خدمت شما عرض بکنم که در آغاز بحث کارشناسی این هفته حتما هم مستحضر هست، رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا هفته پنجمش تمام شد. در روز نخست هفته پنجم برای نمایندگان ایران یه خبر خوب بود و یه خبر حالا ناگوار. خبر خوبش برد قدرتمندانه و قاطعانه سپاهان، بازگشت خوبش به لیگ قهرمانان آسیا 4-0، تیم مدعی از صدر قطر رو برد. الان سپاهان در صدر قرار داره. از اون و تراکتور سازی در عربستان مغلوب الاتحاد عربستان شد و از لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کرد. روز دومش نمایندگان ایران استقلال و فولاد خوزستان، فولاد خوزستان در ادامه جنگاوری مردان حسین فرکی موفق شد 3-1 الجیش قطر رو در اهواز شکست بده، صعود بسیار خوبی داشت، مقتدرانه هم صعود کرده، یعنی بازی آخرش با یه تساوی هم میتونه به عنوان صدر نشین بره بالا و خیال همه رو راحت بکنه. از اون ور استقلال در ریاض عربستان ورزشگاه ملک فهد مغلوب از شباب عربستان شد در حالی 1-0 هم پیش بود. همه این مسائل و یه نکته هم درباره رقابت‌های لیگ برتر، میریم به آلمان، کلن آلمان، خدمت آقای کوروش بازیار و از کوروش بازیار من سوال میکنم. آقای بازیار خدمتتون سلام عرض میکنم. به عنوان نخستین سوال اینه که روز نخست هفته پنجم سپاهان بسیار عالی کار کرد، یه عقده کشایی کرد و شاگردان زلاتکو کرانچار از صدر قطر رو زندگی کردن. چطور بود بازی؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همیهنان عزیزمون. سپاهان در بازی رفت مقابل اسد اسیر تاکتیک تیمی اسد شد، جایی که دو بازیکن سرعتی و تکنیکی اسد بودن، تاباتا و خلفان، ابراهیم خلفان، که کنارها رو از سپاهان گرفت و عملا سپاهان هیچ حرفی برای گفتن نداشت. در بازی روز چهارشنبه سپاهان کرانچار به خوبی این بازی رو آنالیز کرده بود، اومد این دو بازیکن رو کامل از جریان بازی خارج کرد. در مقابل وقتی که صاحب توپ می شدن بسیار خوب به توپ سرعت می دادن، در دقایقی هم که توپ رو از دست می دادن با پرس سریع بازیکن پا به توپ اسد رو تحت فشار قرار می دادن. نیمه اول با توجه به ارتفاع و خنکی هوای اصفهان انرژی اسد تحلیل رفت. در نیمه دوم بازی بسیار زیبای سپاهان با گل زیباتر مهدی شریفی تکمیل شد و در ادامه اسدیا چون میدونستن بایستی رو به جلو بازی کنن این شانس برای سپاهان بیشتر داده شد که بیان به گلای بیشتر برسن. تبریک میگم به مجموعه سپاهان، به بازیکنانی که از آکادمی این تیم به فوتبال ایران معرفی شدن، علی کریمی، مهدی شریفی، نوید کیا، هاش صفی، همه این عزیزان از آکادمی سپاهان اومدن، بهشون اعتماد شد و دیدیم که چه بازی زیبایی برای سپاهان، برای شهرشون و برای فوتبال ایران به نمایش گذاشته. آقای بازه خب اون صحبت‌ها که زلاتکو کرانچار میکرد و اصرار داشت که 6 تا بازیکنش باشن، حالا به کمکش اومد. می‌خواستم از شما سوال بکنم، حضور بازیکنان مثل مهدی شریفی، احسان حاج صفی و امید ابراهیم خصوصا در میانه میدان چقدر تاثیر داشت در برد سپاهان؟ 100% تاثیر داره. خود تیم اسد از وقتی که راول گونزالس به علت مصونیت در ترکیب این تیم قرار نمیگیره، این تیم حرفی برای گفتن نداره. آقای خسروجردی، وقتی که ما بیایم هاش صفی، شریفی، کریمی و دیگر بازیکنان ملی پوش سپاهان رو ازش بگیریم خلل اصطلاح میشه. من اگر اجازه داشته باشم سریع به تیم ملی و این مشکل بپردازم. تمام سایت های دنیا آقای خسروجردی به این مشکل اشاره کردن. این عکسی که الان شما مشاهده میکنید و بینندگان عزیزمون، من دیروز از سایت آبولا در کشور پرتغال که سایت تخصصی فوتبال است گرفتم که با کنایه نوشته کیروش با 11 بازیکن بدون دروازه‌بان اومده در آفریقای جنوبی، هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین حق با باشگاه هاست، اما من قبلا هم اشاره کردم مشکل برنامه ریزی و مدیریت دقیق انجام برنامه هاست. آقای بازیار، تراکتور در شهر مکه عربستان وداع تلخی با لیگ قهرمانان داشت، شاگردان اولیویرا دیگه الان بازی آخرشون هم تشریف بود. بازی چطور دیدید شما؟ ببینید آقای خسروجلی، تراکتور در این فصل 3 مربی عوض کرده. آقای جلالی بوده، آقای جلالی رو اخراج کردن، یه نفر دیگه اومده یه مدت بوده، بعد آقای اولیویرا رو اومدن.
آقای اولیویرا عصای سحرآمیز حضرت موسی رو که نداره بیاد همه بازی‌ها رو ببره. برای رسیدن به موفقیت نیاز به فاکتورهای زیادی است که آمادگی بدنی بالای بازیکنان تیم‌ها یکی از اصولی‌ترین و اصلی‌ترین فاکتورهاست که ما دیدیم در بازی با بلتاد. بازیکنان تراکتور نیمه اول تموم نشده بود، از نظر بدنی کم آورده بودن. در دقایق از دقایقی از نیمه دوم شما خودتون دیدید که بعضی از بازیکنان وقتی که تیم تراکتور صاحب توپ میشد برشون روشون رو برمیگردونن که دوستاشون بهشون پاس ندن، دست به کمر خمیده را میرفتن و این نشان از عدم آمادگی جسمانی این تیم‌ها داره. و در کل اگر بخوایم این رو به فوتبالمون تعمیم بدیم، میبینیم که تیم‌هامون برای آمادگی جسمانی قدرت بدنی بازیکنانمون هیچ وقت و هزینه نمی‌کنن و تیم‌های ما نشان دهنده آمادگی تیم ملیمون در جام‌های مختلفه که مطمئن باشید برزیل در اون دما، در اون شرجی، در اون وقت از سال گرماش به مراتب گرمتر از عربستان بود و تیم ما اگر بخواد همچنان با این شیوه مدیریت آماده سازی پیش بره، ما از نظر بدنی با تیم‌های رقبا بر به مشکل خواهیم. برسیم به فولاد خوزستان که در اهواز موفق شد پرونده حالا خودش در لیگ قهرمانان کامل بکنه و به مرحله بعد صعود بکنه. چطور دیدید فولادو؟ بایستی تبریک گفت به مدیریت فولاد. ما در جریان فصل گذشته و همین فصل در مورد فولاد و مربی بی‌حاشیه‌اش حسین فرکی صحبت کردیم و خود من یه بار یه ضرب المثل گفتم که 200 گفته چون نیم کردار نیست. ما هیچ کدوم از مدیران فولاد و مربیشو در مدیا نمی‌بینیم، در مطبوعات و در مصاحبه‌ها نمی‌بینیم و اونا آرام و پیوسته دارن کارشون رو می‌کنن. اما از نظر فوتبالی هم که بخوایم در نظر بگیریم، 10 بازیکن از آکادمی این باشگاه به تیم اول رسیدن. یعنی اینکه این بازیکنان سالیان سال هست که در تیم‌های مختلف نوجوانان، جوانان امید و بزرگسالان در کنار هم بودن و چشم بسته هم دیگر رو پیدا میکردم. فوتبال خوزستان، من بودم اونجا، فوتبال مربیگریم رو از خوزستان شروع کردم. تکنیک و تاکتیک پذیری، هوش و استعدادشون رو من از نزدیک دیدم و تعصب خاصی همه ایرانیان نسبت به خوزستان داریم، اما برای فوتبال یک چیز دیگه است و همه دیدیم که بعد از اینکه پرسپولیس استقلال قهرمان نشدن یا نمیتونستن بشن، متفاوت بودیم که خوزستان حقش قهرمان بشه. اما درسته. یه نکته رو که من سریع عرض کنم، در تیم فولاد ما کسی رو نداریم که من باشه. در این تیم ما یک مجموعه داریم به نام تیم فوتبال که همگی در کنار هم میان مثل یک سمفونی نوت خودشون رو میزنن. ما مثل تیمای دیگه نیستن که هر کسی بیاد ساز خودش رو بزنه و این باعث میشه که این همدلی و این یکی بودن فولاد بیاد فوتبال رو روی زمین نقاشی بکشه و به این زیبایی چشم‌نواز فوتبالش رو به دنیا نشون بده. در بازی آخرش روز سه‌شنبه هم دیدیم که این تیم با توجه با همین اصل یکی بودن وقتی که عقب افتاد سری گل رو جبران کردن و به گلای بعد رسیدن، صعود کردن. اگر مساوی یا سه امتیاز بگیرن در بازی آخرشون به عنوان تیم اول صعود میکنن، با یه مساوی هم یا با یه باختم به عنوان تیم دوم صعود میکنن. باز هم تبریک میگن به همه خوزستانیان عزیز، به خصوص عادل اردانی که جاش خالی توی من. در دقایق پایانی بخش هستم من تحصیل کنم صحبت آقای فرمایش آقای بازیار رو. بازی فولاد خوزستان با الجه چهارشنبه بود و سپاهان و از سعد قطر هم که سه‌شنبه بود خواستم تصدیق بکنم. آقای بازیار تو لحظات پایانی هستیم، استقلال در ریاض پرونده خودش رو بس، بازی رو باخت و دیگه بازی آخرش هم تشریفاتی شد، خیلی هم هیاهو داشتیم بازی. استقلال اگر می برد آقای خسجلی جای تعجب داشت. استقلال امسال بسیار بد فصل شروع کرد، بازیکنان بزرگی رو از دست داد. عدم مدیریت در باشگاه استقلال تهران باعث شده بود بازیکنان بزرگی مثل نکونام، منتظری، مجیدی، حمودی، جباری جدا بشن. جایگزینان شما قبلا اشاره کردیم، یا بایستی بزرگتر از این نام ها بودن و یا در بدبینانه ترین همسط اینا، ولی که متاسفانه نیمکت خوبی هم نداشت. آکادمی اصلا وجود نداره در استقلال، تیم امیدی وجود نداره. دیدیم که به زور تونستن 10-15 بازیکن جمع کنن، دیشب واقعا حرفی برای گفتن نداشتن. روی اتفاقات گل زدن، داور یه پنالتی به ضررشون گرفت، پنالتی نبود. اینا اتفاقات فوتباله، ولی برای تیمی که قراره بره صعود کنه جز 8 تیم آسیا بایستی یک تیم قوی‌تر روی نیمکت داشته باشه که استقلال از این مهم محروم بود.
و نکته پایانی، ما تو دو سه ماه قبل هم که با هم بحث میکردیم، شما توی برنامه فرمایش کردید که هر تیمی که حاشیه کمتری داشته باشه و غلبه بکنه برای این حاشیه و مدیریت خوب داشته باشه قهرمان لیگ برتر هم میشه و فولاد در نهایت قهرمان شد و نشون داد که بدون حاشیه هم میتونه میشه یه تیم قهرمان بشه. چطور ارزیابی میکنی قهرمان فولاد رو؟ دقیقا همین نکته ای که شما اشاره کردین راز موفقیت فولاد بود. فولادیا با اینکه تیم جوانی بودن و جوانترین آواراژ سنی رو در بین تیم‌های لیگ برتری داشتن، اما از نظر تجربه چنان در کنار هم خوب بودن، با هم دیگه مچ شده بودن از مدیریت و کادر فنی و بازیکنان که ما دیدیم که جای ترقی دارن. اما ما از باشگاه‌های بزرگمون تراکتورسازی، استقلال، پرسپولیس و ملوان و باشگاه‌های مس فجر سپاسی هر روز یک اختلافایی رو می‌بینیم. آقای خسروجلی فراموش نکنیم مس کرمان در این فصل 4 مربی عوض کردن، مربیشون کتک زدن، اما ما این اتفاقات رو در فولاد خوزستان ندیدیم. فکر می‌کنم بایستی سرمشقی بشه برای ادامه تیمداری، باشگاهداری و رسیدن به موفقیت در فوتبال ایران. و این نکته پایانی که حالا بحث بود، کارشناسان میگفتن که بعد حالا توی تیم لیگ 16 تیمی بردا 2 امتیاز بشه و به یه نوعی خیلی جمع جورتر بشه. شما مثلا موافق هستی با این بحث یا نه؟ من این جمله شما رو تصحیح کنم، من اینو خوندم و با بعضی از فوتبال نویسان که صحبت میکردم میگفتن که هر بازی امتیازش 2 امتیاز بایستی هر تیم درسته. در هر بازی 2 امتیاز کسب کنه، یعنی رفت و برگشت 4 امتیاز درسته. و این ایدئال فوتبال ایتالیا، انگلیس، آلمان، اسپانیا و زمینهای خوبی دارن، بازیکنان تاکتیک پذیر و تکنیکی دارن، مربیان سطح بالایی دارن، مدیران منضبط و کاربلدی دارن. بنابراین ما فوتبالمون رو اگر با خودمون مقایسه بکنیم، اولا که ما تیممون لیگمون کم شده، یعنی ما 64 مسابقه کمتر انجام دادیم. اگر در هر مسابقه یک گل به ثمر می‌رسیدن این آواراژ بالاتر می‌رفت. بنابراین برای یک لیگی با این داشته‌ها، با این مربیان حال حاضر، با این بازیکنان پا به سن گذاشته و نبود جوانان، فکر می‌کنم بایستی با داشته‌هامون بسازیم و هیچ مقایسه اجازه نداریم. زمین تمرین‌هامون هم اصلا فراموش کنیم، زمین مسابقه‌هامون هم از زمین تمرینمون بدتر. بسیار ممنونم از آقای بازار به خاطر حضور در برنامه و اگه صحبت نمونده ما شما خداحافظی می‌کنم. من میخواستم تبریک بگم به همکار عزیزم که ندیدم از نزدیکیشون رو، آقای مصیب سربندی، که با انگیزه و با هیجان خوبی برنامه‌اشو اجرا میکنه. کامنت های خوبی گرفتم، حتی به من و شما و دیگر دوستانمونم اشاره کردن که از آقای سربندی یاد بگیریم یکم هیجانی صحبت کنیم. امیدوارم که در ادامه را بیشتریشون رو ببینیم موفق‌تر و برای شما انرژی که آرش سربندی داره من و شما قاعدتا نداریم. آقای بازی قطعا کشتیگیرها انرژیشون بیشتر از فوتبالیست. بسیار ممنونم از آقای بازه به خاطر حضور در برنامه. روز شما